با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. سازمان ملل 700 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به درمان دسترسی ندارد. افزایش تاریخی بودجه امنیتی برای مساجد در بریتانیا به منظور مقابله با نفرت پراکنی. درخواست فوتبالیست های زن برای پایان همکاری فیفا با آرامکو. و مسجدی 200 ساله در تهران محل توبه دزدان و مطربان.